به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک امرالله صالح، مسیر ابلیس در این روزها نوشته در میان جامعه دست به دست می گردد که از نشانی مبهم و بینشان پخش گردیده و اسم آن را گذاشتن رای صلح و حکومت شراکتی صلح. من این نوشته را که از آن بوی لابی توریست ها به مشام می رسد خواندم. این به اصطلاح طرحی که تعداد را ذوق زده ساخته است، چیزی به جز از یک پروژه تفرقه و تضعیف افغانستان نیست. من از کسانی که این طرح را سرسری مطالعه کردن می خواهم یک بار دیگر آن را عمیق بخوانن. ذهن آدم های عادی جامعه نیز می تواند نیت بد و نفاق افغانانه را در بین آن ببینن که من به بخش های از آن در اینجا اشاره می کنم. بر اساس این طرح پشتون ها بدون آن که از آنها اسم برده شده باشد باید وارد ساختار شوند و در تنگنا قرار بگیرند تا از دید ساختاری طالب را به عنوان یگانه ساختار سیاسی و آدرس سیاسی خیش قبول کنند. یعنی رفتن به دهه 90 میلادی، همان چیز کردوی پاکستان در آن زمان تحریزی کرده بود. به عباره دیگر مبدل ساختن ساحات جنوب و شرق افغانستان به زون نفوذی، حیات خلوت و یا به اصطلاح وطنی پسخانه حاکمیت راولپندی در این طرح 50% به اصطلاح قدرت به شمال می رسد که در طرح به آن طرف دیگر خطاب شده است، اما تعریف واضح از طرف دیگر وجود ندارد. در عین حال میکانیزم تقسیم 50% برای شمال چنان مبهم و پیچیده است که در واقع شمال را به زون منازعه و کشمکش قومی مبدل می سازد. به عباره دیگر در شمال باید هر کس بر علیه هر کس بجنگد تا یک گروه غالب گردد و یا اگر غالب نمی گردد دست نیاز به دامن طالبان دراز کند و شمال تبدیل گردد به حاکمیت نیابتی طالبان. به عباره دیگر باید سرحد استراتژیک، سرحد حفاظت از منافع پاکستان به صورت غیر مستقیم تا دریای آمو گسترش یابد. این طرح کابل را به هیچ تقلیل می دهد و رئیس جمهور تبدیل می شود با آدم مسلح و خیرخواه بی بازو و بی دندان که برای اجرای کارهای دولتی بین طرفین داوری می کند. و اگر نیاز بود از یک رای داورگونه خود به عنوان ایجاد پانک استفاده می کند. به عباره دیگر رئیس جمهور در میان دو نیروی هم وزن در حالت بحران با کوچکترین وزنی که در اختیار دارد یک طرف لنگر می اندازد و این یک خورده وزن یکی از دو طرف را وزندارتر می سازد. طرح می گوید که ضریب طالبان 4 و ضریب طرف دیگر 4 و ضریب رئیس جمهور 1 و رئیس جمهور به اساس مصلحت این 1 را در اختیار هر طرف که قرار داد آن طرف در مورد مشخص صاحب رأی و صلاحیت می گردد. این فرمول در تمام مسائل بزرگ به عنوان رای حل مطرح گردیده است. بزرگترین صلاحیت اداری مرکزی به صورت دوامدار اجماع سازی است و پس از اجماع سازی که به خاطر اعمال تصمیمش هیچ چیز در اختیار ندارد، این طرح افغانستان را فاقد مرکزیت بیوکراتیک و سیاسی می سازد و برای تمام کشورهای زی دخل و زی نفع یک وزن نفوذی ایجاد می نماید. در این طرح پارلمان کنونی افغانستان لغو می‌گردد و به خاطر دلجویی از وکلا و ماششان پس از مشورت برای مدت حفظ می‌شود. آنچه در این به اصطلاح طرح صراحت و وضاحت دارد ایجاد جایگاه مسئول و بی‌خلل برای طالبان و پاکستان است، با فرض و آن هم فرض مطلق محال و ناممکن. اگر این طرح صلح را به میان آورد اسم آن صلح سنگک شده خواهد بود، یعنی پویایی و تحرک از جامعه رخت خواهد بست، مگر آنکه یکی از قدرت‌های خارجی دست به تغییر تعادل قدرت در داخل بزند و جنگ را سر از نو آغاز نماید. در این طرح مردم حق انتخاب را از دست می‌دهند، بلکه هر زون صاحب یک کمیته تزکیه و گزینش کاندید می‌گردد. به عبارت دیگر مردم به صورت نهادینه و ساختارمند مجبور می‌شوند کسانی را انتخاب نمایند که از قبل توسط طالب و طرف دیگر واجد شرایط خوانده شوند. به عباره دیگر سازمان های استخباراتی به صورت نیابتی انتصاب کننده اشخاصی خواهند بود که مردم آنها را باید نماینده خود انتخاب نمایند. به اساس این طرح مردم کمیته گزینش از جانب طالب و نصف دیگر آن توسط طرف دیگر تعیین می‌گردد. طرف دیگر در این طرح تعریف نگردیده است. در بین این کشمکش باز هم رئیس به اصطلاح جمهور با یک رای، یعنی رای پانک، یک طرف را به صورت سلیقوی قوت می‌بخشد.
من یقین دارم که مردم افغانستان مانند همیشه برای حراست از عزت خاک خود این نسخه استخباراتی را باطل خواندند. ساخت جمهوری اسلامی افغانستان برآمده از دل قانون اساسی کشور است و آن را حراست می نماید. این طرح چیز جز نسخه تهدید بر ضد امنیت داخلی و خارجی نیست. تصمیم جلسه 91 را از جلسات 6.5 همکارانم در صفحه معاونیت اول با شما شریک خواهند ساخت. واکنش سفارت امریکا به حمله بر موتر یک مقام دولت افغانستان. سفارت امریکا در کابل حمله بر موتر رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح را پاسخ طالبان به درخواست این سفارت و برخی کشورهای اروپایی برای پایان یافتن خشونت ها دانست. راس ویلسن شاردفیر سفارت امریکا در کابل در توییت حمله امروز بالای خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح را محکوم نموده و گفته است که یک روز پس از اعلامیه کشورهای غربی در محکومیت ترورها، اختطاف و ویرانی که در افغانستان اتفاق می‌افتد. امروز از خواندن خبر حمله به رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح وحشت زده شدیم. به نظر می رسد که حمله امروز پاسخ به توقع ما برای پایان یافتن خشونت ها و ویرانی ها بود. وی گفته است که ما خوب می دانیم که آقای نبیزاده و فامیل ایشان غیر نظامی هستند. این خشونت ها باید متوقف گردد و کسانی که در این کشور صلح می خواهند باید آن را محکوم نمایند. گفتنی است که پلیس کابل صبح امروز 13 دلف تایید کرد که خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح از انفجار ماین مغناطیسی در کابل جان سالم به در برده است. انفجاری که موتر حامل او را هدف قرار داده است در ناحیه 4 کابل رخ داد. به خود آقای نبیزاده و امراهانش آسیب نرسیده است. مسئولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. انفجارهای از این دست در ماه‌های اخیر در کابل افزایش یافته است. مسئولیت این انفجارها را در بیشتر موارد فرد و یا گروهی بر عهده نمی‌گیرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.